اینک در صفحه 75 در ادامه رشته نخست میرسیم به بیان مذمت علمای بیعمل، آن عالمانی که بیعمل هستند، عالمانی که خود علم دارند و اما خود به آن علم خود عمل نمی کنند. این رفتار معمول غالب عالمان است، عالمانی که البته عالمان علوم ظاهری و کسبی چنین هستند، عالمان علوم وهبی و لدنی به گونه دیگری هستند. اما این بسیار معمول است که خیلی از کسانی که علم دارند به موضوع خود به آن چیزی که علم دارند عمل نمی کنند و این مشکل بزرگی است. و البته در طول تاریخ تفکر بشری به این نکته بسیار توجه شده است و مولانا هم در این قسمت سخنان زیبایی دارد و البته بسیار متفاوت است با سخنانی که دیگران گفتند. در قرآن عظیم هست که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید چیزی را که عمل نمی کنید؟ و یا در مورد علمی که انسان عمل نمی کند بسیار مذمت شده. در بیان مذمت علمای بی عمل و ایشان شبیهند به چراغی که خود می سوزد و مجلس می افروزد، یا طبیبی که بیمار است و دیگران را به شربت خود معالجه می کند. تعلیم خود مشغول عمل نماید از جمله علمای ربانی باشد و از تهدید ایمن باشد که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم کما قال حضرت المولوی. ایشان گفت که عالم بی عمل، سعدی هم میگه گفتند عالم بی عمل به چه ماند، گفت به زنبور بی اصل. و حقیقتا این است، سر و صدای زیادی دارد، آسیب زیادی دارد زنبور زرد، اما اصلی ندارد. این مانند همان سر و صدا و وزوزی است که در حقیقت عالمانی که ربانی نیستند، عالمانی که ظاهری هستند، سخنان بسیار زیبا میگویند، در لفافه های شیرین سخنهای نغز بیان میکنند، ولی هیچ عملی از خودشان نشان نمیدهند. اساساً طبق نظریات عرفانی چرا ما در جامعه خودمان این همه عالم شب و روز با ما سخن میگویند، شب و روز ما رو نصیحت میکنند، شب و روز مردم رو و انسانها رو به راه راست فرا میخوانند، اما چرا نتیجه مناسبی نمیدهد؟ چرا سخنانی که این همه واعظان میکنند چرا اینها نتیجه نمیبخشد؟ حافظ گفت که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. آن کار دیگر هم مربوط به رندی حافظ دیگه. حالا آن کار دیگر چیست؟ حداقلش این است که خلاف گفته خود عمل میکنند، خلاف آنچه که خود بیان میکنند اینها عمل میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ همه کسانی که میگویند توبه کن، به دیگران میگویند توبه کن، به جوانان میگویند توبه کن، ولی خود هرگز توبه نمی کنند و هرگز تواب نمی شوند. خب دلیلش همینه. چرا این همه جوانان از سخنان پیران، از سخنان بزرگان، از سخنان نصیحت کردن اینقدر بیقدر و بیمقدار شده است؟
چرا هیچ کس نمیتواند به هیچ جوانی نصیحت کند و نصیحت مناسبی برای او بگوید؟ علتش این است که کسانی که میگویند آنها خود به آنچه که میگویند عمل نمیکنند. اما مطمئن باشید اگر انسان به علم خود عمل کند، آن وقت اگر سخن هم بگوید، سخن لاجرم بر دل خواهد نشست، چون از دل برمیخیزد، نه از زبان، نه از حلق و گلو، بلکه از درون جان برمیخیزد. و این همه واعظان خوب، سخنان خوب و کلمات عالی اینجا و آنجا بیان میشود، اما هیچ اثری ندارد. همش در اثر عمل نکردن عالمان به علم خود است، وگرنه عالم ربانی تا دهان باز کند همه مردم واله و شیدا و حیران او خواهند شد، و البته هر چی میگوید به سمع جان و به سمع قبول خواهند پذیرفت. اتفاقا معیار خوبی هم هست برای ما که ببینیم کسانی که سخن میگویند آیا خود به آنها عمل میکنند یا نمیکنند. خب خیلی راه روشنی وجود دارد. اگر ببینیم سخن او بر دلمان میشیند، یحتمل او به آنچه میداند عمل میکند. اگر دیدیم بر دلمان نمینشیند، بدانیم که او به علم خود عمل نمیکند. چرا که اگر انسان بخصوص در مباحث معنوی اگر به دانسته های خود عمل کند، آن وقت آن ینابیع حکمت از وجود او جاری می شود. یک روایت بسیار زیبایی است از حضرت رسول صلوات الله علیه، می فرماید که من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. هر کس 40 صبح 40 صباح خود رو برای خدا خالص کند، خالصا لوجه الله عمل کند، از غیر خدا هیچ نخواهد، هیچ مددی و استمدادی نخواهد، آن وقت جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، ینبوها و چشمهای حکمت از قلب او به سمت زبانش جاری می شود. و وقتی زبانش گویا می شود، وقتی سخن می گوید، در حقیقت چشمهای حکمت الوهی است که از آن جاری می شود. این همان در حقیقت خلوص نیت است، و اینکه انسان بتواند خود رو خالص گرداند، و خالص شد البته از دل برخواهد خواست و بر دل خواهد نشست. و فرمود که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا استفهام انکاری است؟ یعنی آیا مردم رو به نیکی امر میکنید، مردم رو به نیکی دعوت میکنید، و تنسون انفسکم و خودتون رو فراموش میکنید و وجود خودتون رو فراموش میکنید؟ و حضرت علی خیلی فرمایش زیبایی دارد، میفرماید در یکی از خطبه ها که والله والله قسم به خداوند، قسم به خداوند، ای مردم، ای جماعت، من هیچ چیزی رو شما، هیچ چیز رو باز نداشتم و نکردم مگر اینکه خودم اولین منهی از آن بودم، خودم اولین کسی بودم که از آن دوری کردم و سپس به شما گفتم از این کار دوری کنید. و به خدا سوگند، به خدا سوگند، من شما رو به امر به هیچ کاری و توصیه اینکه خودم قبل از شروع آن کار خود اون رو انجام دادم. خب این است که بعد قصه مشهور آن زنی که با کودکش خدمت پیغمبر رسید و به پیغمبر گفت که همه شنیده این، گفت که طبیبان این طفل مرا از خوردن خرما باز داشتند، منع کرده اند، ولی گوش نمی کند و ممکن است این به مرگ او منجر شود، لطفاً بفرمایید که این خرما نخورد.
پیغمبر فرمود برو و فردا بیا. گفت خب حالا این همه راه طولانی و دراز رو آمده این برای یک توصیه شما، حالا بفرما. پیغمبر فرمود برو فردا بیا. فردا که آمد رو به آن طفل کرد و فرمود پسرم، فرزندم، عزیزم، خرما نخور. خب اون اعرابی، آن عرب بادی نشین، گفت خب یا رسول این رو دیروز می‌فرمودید، ما این همه رفت آمد و این همه علافی نبود. فرمود که من خودم دیروز خرما خورده بودم، نمیتوانستم چون خودم خرما خورده ام به او بگویم. اثر نمی کند که من خود خرما بخورم و به دیگران بگویم شما نخورید، این نمیشود. خرما خوردن که کار مباحی است، مستحب هم هست، شاید اگر برای سد جو باشد واجب هم باشد شرعی، ولی باز هم در اینجا اثرات وضعی که این قضیه دارد این بسیار مهم است. اثرات شرعی ممکن است داشته باشد آنچه که گفتیم، و اثرات وضعی دارد که انسان چه بخورد چه نخورد وقتی کاری رو خود انجام داد نبایستی او رو از دیگران رو از آن کار نهی کند، یا دیگران رو خود انجام ندهد و دیگران رو دعوت کند به اون کار. به خاطر همینه که این همه ما امر به معروف می شویم و این همه نهی از منکر می شویم، ولی این امر و نهی دان تأثیری ندارد. دلیلش این است که آمران و ناهیان خود عاملان به امر و نهی نیستند. ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. واعظانی که مردم را گرم می کنند، واعظانی که سخنهای گرم و سخنهای زیبا می گویند، مردم تشویق می شوند، مردم ممکن است به گریه در آیند، ممکن است مردم تهییج حواس بشوند، اما او خود هنوز سرد است. می تواند دیگران را گرم کند، گرم عشق کند، ولی خود او از عشق سرد است. این چه فایده دارد؟ ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. ای زبان که جمله را ناصح بودی، همه را نصیحت کردی، ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبت تو گشت از چه تن زدی؟ حالا نوبت خودت هست، این زبانی که همه را نصیحت کردی، حال نوبت خودته که این زبان رو در ناحق نچرخانی، حرف غلط نزنی، سخن دروغ، تهمت و غیبت و افترا و لعن و نفرین و کینه و اینها رو نپراکنی در بین مردم. آیا میتوانی این زبانی که علما دارن و از آن سخنان نیک برمی آید، آیا همچنین نبایستی خود او هم در نیکی قدم بزند و این زبان رو صاحب زبان نبایستی از گناهان مسون بدارد؟ 40 گناه بزرگ و گناه کبیره برای زبان ذکر کردند، 40 گناه کبیره و بسیار عظیم است، و غالب آنهایی که همانند بنده حقیر سخن میگویند و دیگران رو گرم میکنند، خود به بسیاری از این 40 امری که از کبائر است خود اقدام میکنند و خود سخن میگویند. خب طبیعی است که اثر چندانی نداشته باشد، یا ممکن است اثر داشته باشد اما این شخص خود آنجا محروم بماند، مانند چراغی که روشن میکند، همه از آن بهره میبرند ولی خود آن شخص از نور او بی بهره است. وقت پند دیگرانی های های، در غم خود چون زنانی وای وای. خب میگه وقت پندی که دیگران رو پند میدهی، های ای جماعت، آی ای مردم، ای مثلا مردم رو ملامت کن، هی مردم رو کاری کن شرمنده بشوند از کار خودشان، از گناهان خودشان، اما خودتو همه اینها رو انجام بده.
در غم خود چون زنانی وای وای، آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود به قلتاقی بپوش. میگه 50 سال خودت یک چیزی بافتی، یک پارچه‌ای بافتی از گفته های خودت، از سخنان خودت. خیلی زیباست. میگه بافتی، یعنی سخنانی که عالم بی عمل داره سخنان رو میبافد، کلمات رو به استخدام میگیرد، تار و پودی برای آنها فراهم میکند. ممکن است به شکل یک قالیچه زیبا و یک حریر و پرنیان و پرند به شما تحویل دهد، اما محتوای آن خود بی اطلاع باشد و بی خبر باشد. خود لخت و عور است و برای دیگران پارچه های زیبا میبافد. چه فایده دارد یک قلتاق و یک بالاپوش، چیزی که لباسی باشد و بدیهای خودت رو هم بپوشاند، لااقل اون رو از نسیج و از نساجی خود و از بافته خود برای خودت نیز یک لباسی تهیه کن. از نوایت گوش یاران بود خش، دست بیرون آر و گوش خود بکش. یاران از صدای تو، از نوای تو، از سخن تو خوش شده اند، یاران همدل و همراهت. وقت آن است که دست بیرون ببری، دیگه به گوش یاران نخوانی، بلکه گوش خود رو بکشی و بگی که به خودت هشدار بدهی و خودت رو از خواب غفلت بیدار کنی. همیشه ما به دیگران توصیه کنیم، خود اون توصیه رو می کنیم. جهد کن تا مست نورانی شوی، تا حدیثت را شود نورش قوی. اینکه سعی کن مست باشی و نورانی باشی. ممکن است انسان بدون معرفت مست شود، اما نورانی نیست، مست ظلمانی خواهد بود. ولی اگر معرفت هم راهش باشد، این مستی نورانی خواهد بود. حدیثت را شود نورش قوی. آن نور خداوند می آید و حدیث تو را قدرت می دهد و سخن تو را باز پروری می کند و آن سخن تو را واقعا جان خواهد بخشید. همان کاری که خداوند با پیامبران و انبیا انجام می دهد و سخن اینها را بهشون گرمی و شور و حرارت و عظمت می بخشد. علم اندر نور چون پرورده شد، پس علمت نور یابد قوم لد. وقتی که علم در نور پرورده شود، علم بایستی در نور پرورده شود. علم نوری باید باشد، نه ناری. علم دو گونه میتواند باشد، علم ناری، علم نوری. علم ناری آن است که برای دنیا باشد، که نهایتا نتیجهش آتش است و خسران است و نابودی. اما علم نوری، علمی است که از جانب خداوند باشد و آن علم است، آن همان علم وهابی، آن همان علم لدنی و آن علم اصیل است. و اشاره به سخنان و عباراتی هست که از جمله می‌فرمایند که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است، ماهیت علم نور است. خیلی زیباست. العلم نورون، این خود یک مبتدا و خبر زیباست، یعنی علم نور است. اساساً نور است که علم است و علم است که نور است. خب ماهیت نور چیست؟ هرچه که ما نورانی هست رو چگونه تعبیر و تفسیر میکنیم؟ العلم نورون، این اصل است که علم نور است. اما چگونه اتفاق می افتد؟ یقذفه الله فی قلب من یشا. خداوند در قلب هر کسی که بخواهد این علم رو قذف می کند. قذف یعنی وارد کردن و درونی کردن و اصلی کردن و جزو ماهیت و جزو وجود انسان کردن. این که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، حال گفتن این قلب نیست، این مغز است. اتفاقا واقعا قلب است، چون که آن علمی که برای مغز است همان علم
مکسبی است، همان علم کسبی است، همان علم مدرسی است که می‌بینیم و فایده‌ای برای آن قائل نیستیم. و وقتی که در دست زنگی مست هم باشد، تیغ در دست زنگی مست باشد، یا چطور دیبا چراغ آید گزیده تر برد کالا، این نور هست، با چراغ آمده کالاها رو بر میگزیند و انتخاب میکند. یعنی این نور اگر به دست نااهل بیفتد و اگر این علم به دست نااهل بیفتد، البته نتیجهش میشود بمب اتم که یک دفعه چند ده هزار نفر انسان رو یک جا میکشد. نتیجه این علم ها میشود این سلاحهایی که میسازند و مردم رو به خاک و خون میکشند. نتیجه این علم ها این است. و اگر این علم ها واقعا در مسیر خود و در جایگاه خود باشد، آن وقت دیگر ما احتیاجی به این علوم غیر نوری نداریم. علم اندر نور چون پرورده شد. خیلی زیباست این تعبیر رو، من جای دیگه ای ندیدم. علم بایستی پرورش پیدا کند درون نور. علم اگر در وجود انسان است، اگر وجود انسان نورانی باشد، آن وقت است که علم در وجود او پرورده می شود، پرورش می یابد. یک دفعه اتفاق نمی افتد. این علمی که وجود دارد، حتی علم مکسبی اگر باشد، اگر در وجود نورانی داخل شود، در آن صورت این علم، علم نورانی است و علمی است که در نور پرورده شده است. ربوبیتش در نور است و ربانیت علمیه آن در صورت نورانیه آن هست. علم اندر نور چون پرورده شد، پس ز علمت نور یابد قوم لد. لد یعنی انسانهای بسیار گمراه و کسان مزلان، گمراهان بسیار شدید. می‌فرماید اگر آنچنان هم بود، حتی اگر علمت در نور پرورش یافت و پرورده شد، آن وقت این علم حتی انسان‌های بسیار بد و کینه‌توز را هم به سمت صلاح و سداد خواهد آورد. اما این علمی که ما داریم، حتی دوستانمان را نمی‌تواند به سمت ما بکشاند. هرچه گویی باشد آن از نور پاک، کاسمان جز پاک نفرستد به خاک. همچنان که آسمان جز چیز پاک به خاک نمی فرستد، آب است اگر می آید پاک است، اگر باد است پاک است، هر چه هست از آسمان می آید پاک است. این رو ما زمینی ها بد می کنیم و پست می کنیم. هر چه گویی باشد آن از نور پاک. خب این نور پاک است که از انسان پرورده به واسطه نور الوهیت هر چه میگوید، این البته نورانی خواهد بود. قول لامعه، جهد کن تا گرددت این واقع. میگه این عکس‌های خیالاتی که لامعه است، لامعه یعنی پرتو نور، پاره نور، پارچه نور. لامعه خیال ما لامع است، یعنی نور برافرازنده و نور برافروزنده است. خیال ما به دنبال به خیال، هم جلسه قبل صحبت کردیم، هم استاد عزیزمان سخنهای بسیار زیبایی فرمودن، اینکه این خیال ما میتواند لامع باشد، اما در چه سطحی و در چه عالم این اتفاق میفتد. جهد کن تا گرددت این واقع. سعی کن آن خیالات تبدیل به واقعات شود. فرق خیال و واقع چیست؟ خیال چون ممکن است در قسمتی که به ناسوت نزدیک میشود، ممکن است از غاص احلام باشد، همچنان که در جلسه قبل سخن گفتیم. ممکن است خوابهایی باشد که هیچ به درد نخورد. اما اگر این خیال در اوج باشد و به عالم غیب سر برزند و از عالم غیب کسب هویت کند، در این صورت است که این واقعه خواهد بود. واقعه یعنی آنچه که واقع می شود، آنچه حقیقتا اتفاق می افتد.
چون خیالها که هیچ کدام واقع نمی شود. خیالات معمولاً وقوعشان ذهنی است، اما اگر این واقع باشد وقوع عینی و بیرونی و خارجی هم البته خواهند داشت. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. میگه گفتارت از حال تو باشد. خیلی مسئله مهمی است این. یعنی اینکه ما غالبا که میگوییم گفتارمان بر اساس حال خودمان نیست، یعنی خود او رو دریافت نکرده ایم، خود به آن نقطه نرسیده ایم. در کتابی خوانده ایم و به شکل تقلیدی برای دیگران بازگو میکنیم، این هیچ فایده ای ندارد. ما مجاز هستیم چیزی را بگوییم که خود حال اون رو درک کرده ایم، حال او رو دریافته ایم، و کسی غیر از این حق ندارد به چیزهای بزرگ نزدیک شود و سخنان بزرگان رو بگوید قبل از اینکه اون حال خاص او رو به دست آورده باشد و در آن حال خود مراقبت کرده باشد. تا که گفتارت ز حال تو بود. چرا ما اکنون یک سخن از بایزید میخوانیم و حال من دگرگون میشود، قلب من اطراگیر میشود، گوش من نوای جان میشنود؟ چرا چنین است؟ به خاطر اینکه اینها از حال خود سخن گفتن. چرا ما وقتی مثنوی میخوانیم، دیوان شمس میخوانیم، حال من دگرگون میشود؟ به خاطر اینکه اینها از حال خود گفتن، اینها رو خود تجربه کرده اند، مشاهده کرده اند، دیده اند و این رو برای ما مطرح میکنند. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. ما با پر و بال دیگران داریم سیر میکنیم، میبایست که سیر ما با پر و بال خودمان باشد. چگونه ممکن است انسان که علمش رو در نور پرورش داد، آن وقت بالهای علم او بر شانهای او خواهد رویید و آن وقت است که میتواند پرواز کند و به عالم بالا رجوع کند. یک روایتی رو اخیراً خواندم، خیلی جالب بود، حال خدمتتون میگم، ممکن است که چند جنبه باشد. یک روایتی خوندم از امام صادق علیه السلام، چند روز پیش بود، ندیده بودم این روایت رو، از اصول کافی بود. امام صادق میفرماید که پرشتگان که میآیند در خانه ما جمع میشوند، وقتی میروند پرهای کوچکشان زمین میریزد و ما آن پرهای کوچک رو جمع میکنیم. خیلی روی این مسئله روایت های متعدد همه رو گشتم که این چگونه قصه ایست، این چیست. خب اگر این رو به کسی که اهل حال نباشد بگیم، میگه بابا اینها چیست، اینها متشابهات احادیثن، اینها رها کنید، این خرافات چیست شما میگویید. اما اگر کسی واقعا در آن عالم خیال به آن مدارج بالا در ملکوت سیری کرده باشد، فرشتگان رو دیده باشد و ملائکه رو دیده باشد، پرهایشان را دیده باشد، او میتواند باور کند، او میتواند بفهمد. این نقل یک حال است. نقل یک امام صادق میفرماید وقتی که فرشتگان میآیند و میروند، پرهای کوچکشان که ریخته است ما جمع میکنیم اینها رو که پا روشون نذاریم. خب اینجا این قصه بسیار قصه عظیمی است، سخن بسیار بزرگی است، اما چه کسانی میتوانند این رو درک بکنند؟ همچما حال ما بازیچه آید پیش تو. خب این قصه ها همش اینجوری هست، تمامی مطالب این چنین است که انسان وقتی که میخواند چیزی رو، یا در قرآن یا در روایات یا در جاهای دیگر انسان میخواند یا از اولیاء الهی میخواند، بعضا شک برمیانگیزد که آیا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست. کسانی که این تجربیات خیالیگر رو داشته باشند و بتوانند آن تجربیات خاص عرفانی رو خود شاهد باشند، واقعه رو ببینند، این نقل یک واقعه هست. برای کسی که این واقعه رو ندیده است،
اصلا خیلی چیز عجیب و خرافاتی خواهد بود. اما برای کسانی که این رو دیدن بسیار ملموس است، خب میگوین غیر از این نمیتواند باشد. مثال زدم خدمتتان که این مفهومی که مولانا اینجا دارد این رو بررسی کنیم. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. سیر تو با پر و بال خودت باشد. سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره ماند از لحم تیر. لحم یعنی گوشت، تیر هم یعنی مرغ. از گوشت مرغ، از گوشت پرنده محروم میماند. میگه تیر هم میره، تیر رو میندازن و پرنده رو شکار میکنه. اما چرا خود محروم است از، نمیتواند خود این تیری که خورده است به آن مثلا کبک، خورده است به آن قاز، خود نمیتواند از گوشت او بخورد؟ به خاطر اینکه با پر دیگری پریده است. اگر با پر خود بود آن وقت از آن بهره میجست. مولانا به این نکته خیلی زیبای اشاره میکند. علم ما اگر با بال و پر خود ما باشد، به خصوص علم عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، با بال و پر خود باشد میتوان به جایی رسید. در عرفان سرخپوستی میگویند که مثلا یک سرخپوست برای اینکه یک سری مدارج رو طی کند باید یک گیاه برای خود مثلا بکارد. میگویند 10 سال باید گیاه خود باشد، به گیاه خودش آب دهد، به گیاه خود برسد، بعد از 10 سال یک میوه این خواهد داد. وقتی این رو آن سرخپوست در چپق خود گذاشت و اون رو به هر حال دود کرد، آن وقت است که اثرات خاص او هویدا خواهد شد، وگرنه کس دیگری بیاید و این رو بکارد این به هیچ درد نخواهد خورد. در همه عرفان ها چنین است، در همه عرفان ها این قصه هست. حال عرفان های مثلا ابتدایی مثل عرفان های سرخپوستی یا عرفان های بسیار عظیم مانند عرفان اسلامی، این که انسان ها باید خودشان آنچه را که دارند بال و پر رو از خودشان به دست بیاورند، کاری کنند که خود بال و پر در بیاورند. و این ممکن است یا ممکن نیست؟ خب انسان که همیشه نمیتواند با بال و پر استاد بپرد. که ممکن است استاد بیاید با شما یک راهی، یک مقداری با شما حرکت کند، اما بعد از آن باید خودتون بال و پر باز کنید. تا آخر که نمیتوانید تو فعلی استاد باشید و استاد هر جا رفت شما هم برید. او فقط به شما پرواز کردن رو یاد میدهد. و بهترین استاد هم همین است که نه تنها پرواز کردن بلکه بال درآوردن رو به شما یاد دهد. یعنی بتوانید که بال در بیاورید. چگونه بالهای نور رو در خودتون رشد بدهید. رمزی است ولی ممکن هست. تا به کی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره ماند از لحم تیر. میگه به جایی نمیرسی، باز سید دارد به خود از کوهسار، لاجرم شاهش خراند کپک و سار. در عوض چه می کند؟ باز شاهنشاهی سید رو از کوهسار می آورد، میره شکار میکنه میاره. لاجرم شاهش خوراند کپک و سار. هر چه که گرفته باشد مهم نیست، به او کپک می خوراند و سار می خوراند و حیوانات خوب رو به او می دهد تا او بخورد. یعنی انسان باید خودش برود و دنبال معرفت و معانی بگردد. میگویند فلانی شما چقدر درس خوانده؟ گفت 10 سال در خدمت فلان بزرگ بودم، 5 سال در خدمت فلان بودم، 15 سال در خدمت آیت الله فلان بودم و 10 سال در فلان، 45 سال گذشت. شهید مطهری میگوید خب شما 45 سال شاگرد بوده ای، پس کی اندیشه کردی؟ کی تفکر کردی؟ کی برای خودت بوده؟ تو که همیشه 45 سال 50 سال فقط تقلید کرده ای از دیگران.
در 10 سال 15 سال دیگه بیش از اون 20 سال بعد از آن باید خود تفکر کنی، خود بیاندیشی، خود دریابی، خود بال و پر علم رو برای خود ساز کنی، وگرنه چه فایده ای دارد؟ این همه تقلید هست، کاری که این همه مقلدین انجام می دهند. هیچ چیزی به علم اضافه نمی شود، هیچ تولید علمی نیست و همه دارند، به خصوص در دانشگاه هایی که ما هستیم، در دانشگاه ها دارند فقط چیزهایی رو بیان می کنند که دیگران کشف کرده اند. یک چیز جدید رو ما نداریم، یک گلی که به سر بشریت زده باشیم. خب چه فایده دارد؟ خب نتیجتاً همین می شود که در دانشگاه های ما هیچ تولید علمی حقیقی وجود ندارد، همه تقلید است. تقلید از کتاب های دیگران است، سخنان دیگران رو فقط می آییم و بهترین حالت این است که سخنان دیگران رو خوب درک کنیم و بعد اون رو بازگو کنیم و حفظ کنیم و ممارست کنیم. غیر از این چیز تازه و جدیدی نیست و این بسیار فاجعه آمیز است. منطقی که از وحی نبود از هواست، که منطقی که وحیانی نباشد از هواست، باد هواست. منطق یعنی سخن گفتن، سخن گفتنی که از وحی نباشد باد هواست، تقلیدی است. سخن گفتن تقلیدی به چه درد می‌خورد؟ کتاب رو باز می‌کند، مثلا 40 مجلس نوشته که مجلس از اینجا شروع کن، با این آیه و با این روایت راجع به اینها بحث کن و بعد تمامش کن. خب این رو هر کسی میتواند بخواند، اگر سر سوزن ذوقی هم داشته باشد و سر سوزن هوشی هم ذکاوتی هم داشته باشه، میتونه همه اینها رو بیاد و بعد از مدتی تمرین میتواند همینها رو بگوید. چه فایده ای دارد که من آنچه که دیگران گفتند رو بگم؟ منطقی که از وحی نبود از هواست، همچو خاکی در هوا و در هباست. هوا هست، هوا ان منصورا، هوا ان منبسا، آنچه که برباد است، بنیادش برباد است، چیزی است که هیچ اصالتی ندارد و هیچ تعلق خاطر عمیقی به مفهوم علم و واقعیت علم ندارد. گر دلیلت هست اندر فعل آر، تیغ چوبین را بدل کن ذوالفقار. میگه اگر دلیلی داری اندر فعل آر، دلیل یعنی راهنما، اگر چیزی هست که تو رو راهنمایی کند، او رو باید به فعلیت بیاوری، در فعل بیاور. تیغ چوبین را بدل کن ذوالفقار. ذوالفقار که میدانیم شمشیر مشهور حضرت علی علیه السلام هست، دو فقره و دو قسمت، دو گوشه دارد. بعضی میگن از هر دو طرف میبریده است، بعضی گفتن که در حقیقت دوگانه بوده است، حال هر چه که بوده. اما این ذوالفقار یک نماد شجاعت و عظمت هست. میگه تیغ چوبین، عده‌ای برای تمرین ها از تیغ‌های از شمشیرهای چوبی استفاده میکردن که ضربه نخورن. میگوید این تیغ چوبین کار کودکان است، بازیچه کودکان کوی است، اینها رو رها کن، با ذوالفقار واقعی بیا. علمی که منور به نور الهی و پرورده به نور الهی باشد، منطقی که منطق وحیانی باشد چون ذوالفقار است، و منطق و سخن گفتنی که از روی هوا و هوس باشد، از روی تقلید باشد، از روی کتابی که خوانده‌ای باشد، آن مانند تیغ چوبین است و بازیچه کودکان است. این به درد نمی‌خورد. مردان مرد و انسان‌های راستین، انسان‌های بزرگ دنبال شمشیر چوبین نمی‌روند. گر دلیلت هست اندر فعل آر، تیغ چوبین را بدل کن ذوالفقار. از علی میراث داری ذوالفقار. خب از علی علیه السلام ذوالفقار رو میراث داری، برای تو هست. این بسیار چیز عظیمی است. بازوی شیر خدا هستت بیار. میگه حتی اگر این رو هم آوردی، اگر ذوالفقار هم داشته باشی، فرض کنیم قرآن ذوالفقاری باشد که بتواند قاطع برهان باشد، بسیار عمیق باشد، ولی وقتی در دست کسی باشد که نتواند این ذوالفقار رو بچرخاند، بازوی علوی نباشد که
بتواند این رو به گردش درآورد به چه درد می‌خورد. مشهور است یکی از بزرگان لشکر نادرشاه، نادرشاه افشار، بعد از جنگ چالدران که نادرشاه رفته اونجا یک به هر حال رشادت‌های خاصی کرده، توپ‌ها در اون منطقه بالای کوه‌ها گذاشته بودن گویا و شلیک می‌کردن، سپاه نادرشاه رو داشتن کلاً از بیخ و بن قلع و قمع می‌کردند. نادر می‌بیند هیچ چاره‌ای نیست، از خودش به تنهایی، همه هم می‌ترسند، به تنهایی از پشت کوه‌ها رفته و این توپ‌ها رو برای اینکه سرازیر نشه و در اثر حرکتی که می‌کند توپ‌های قدیمی سرازیر نشه از کوه، با زنجیرهایی بسته بودند. نادرشاه با شمشیری که دستش داشته به هر کدام از این زنجیرها یک ضربه می‌زند، این توپ‌ها همه رها می‌شوند و توپ‌ها همه به دره سرازیر می‌شوند. اون سرداری که نزد نادرشاه بود این قصه رو دید. بعد که آمد، بعد رشادت‌ها پیروز شدند، آمد به آن سردارش نادرشاه گفت که خب هرچی از من بخوای بهت میدم، تو خیلی شجاعت و رشادت از خود نشان دادی. گفت به نادرقلی بهش میگفتم، گفت نادرقلی لطفاً اون شمشیرت رو به من بده. گفت خب باشه. شمشیری که استفاده کرده بود این رو داد به او. این خیلی خوشحال رفت یک زنجیر رو دید، زد، دید اتفاقی نیفتاد. یکی دیگر دید، اتفاقی نیفتاد، گله کرد، آمد پیش نادرشاه که آخه من گفتم اون شمشیر رو، چرا تو شمشیر دیگری به من دادی؟ گفت به خدا سوگند که همان شمشیر است. گفت پس چرا من میزنم این اتفاق نمیفتد؟ گفت بازوی نادرقلی لازم است، بازوی نادرشاه میخواهد و الا با شمشیر که کاری انجام نمیده. تو باید اون بازوی مردانه رو داشته باشی. مشابه همین است. گیرم که میفرماید، گیرم ذوالفقار منطق و علم، چون حضرت علی در فصاحت و بلاغت هم بسیار عظیم بود، گیرم که سخنان حضرت علی رو تو از یاد داشتی، اصلا کل خطبه های حضرت رو از حفظ بودی، میخواستی برای دیگران بخوانی. این ذوالفقار، آیا تو میتوانی آنچنان بخوانی که مردم از خود بی خود شوند؟ نه، آن گفتار علوی لازم است، آن بازوی علوی لازم است. از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستت بیار. اگر بازوی اسدالله اعظم هست و شیر خدا که حضرت علی است، اگر بازوی او رو داری بیاور، وگرنه حتی ذوالفقار هم به درد تو نخواهد خورد. یعنی این علم تقلیدی هرچند قرآنی نبوی و ولایی باشد به هیچ دردی نخواهد خورد، مگر اینکه خود شخص به آن ملتزم باشد، به آن عمل کند، به آن اعتقاد کامل داشته باشد و از آن لحظه تخطی نکرده باشد. چون که مردی نیست خنجرها چه سود، وقتی مردی یا مردی نیست، این هم میتونیم بگیم، چون که مردی نیست خنجر رو، انسان‌های بزدل خنجر رو میخوان چیکار؟ چون میترسن که وقتی که اینها میخوان خنجر بزنند خود کشته شوند، چون خنجر کوچک است، اینقدر باید به دشمن نزدیک شوی تا خنجر بزنی، خب و آنقدر نزدیک شدی ممکن است او شما رو بزند. بنابراین خنجر کار مردان است. چون که مردی نیست خنجرها چه سود، چون نباشد دل ندارد سود جود. وقتی دل نباشد هر سودی که ببری جود و بخشش نیست، آن سود دارای جود و بخشش و عظمت نیست، سود بی سود است. در جهاد راه حق بنما جدی، چند بنشینی به کنج مسجدی. اگر جهاد فی سبیل الله میخواهی، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایت میخواهی از خداوند، هدایت به سبل او رو میخواهی، در کنج مسجد نشستن که کاری
از دست بر نمی آید. در جهاد راه حق بنما جدی جد کردی دلیر، از همه لرزانتری و زیر زیر. به همه قدرت دادی ولی خودت از همه لرزانتر هستی، موقع واقعه خود همه لرزانتر هستی و زیر همه آنها هستی و پایین تر از همه آنها هستی. بر همه درس توکل می کنی، پشه ای را در هوا رگ می زنی. میگه به همه میگه آقا توکل کن، خانم توکل کن، چنین است و چنان است. توکل نشانی از نشانهای خداوند است و هزار ساعت راجع به توکل سخن میگویی، اما خود تو اصلا توکل نمی کنی. پشه رو تو هوا رگ میزنی که یه خونی از آن پشه به دست بیاوره. خب رگ زدن پشه چیزیست که تعلیق به محال است، چیز امر محال و بیهوده است. هست تعلیم کسان ای چشم شوخ، همچو نقشی خورد کردن بر کلوخ. میگه بعضی از افراد رو اگر بخواهی که یاد بدهی، مانند نقشی رو بر روی کلوخ نشان بدهی چه میشود؟ هیچ کس دیده نمیبیند، فایده ای ندارد. البته یک روایتی هست از حضرت پیامبر، روایت زیبایی است اگر یادم بیاد، میفرماید که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، علم در کوچکی مانند نقش بر روی سنگ است که هرگز نمی رود، هزار سال هم بماند اثر میماند. و العلم فی الکبر کالنقش فی الماء، و علم آموختن در بزرگسالی مانند نقش بر آب است. روی آب آدم میتونه چیزی بنویسه ولی بلافاصله از بین میرود. به جوانان توصیه میکنم که توجه کنند و اگر علم هم میخواهند، حتی علم مکسوی، در جوانی این رو به دست بیاورند. یک بار که یک کتاب رو از اول تا آخر میخوندم با سرعت، تقریبا 80% در ذهنم میماند. الان دوبار هم میخوانم ولی چنین اتفاقی نمیافتد. جوانان اگر میخواهند چیزی بیاموزند و چیزی یاد بگیرند، همکنون این کار رو انجام بدهند. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش در جرم حجر. میگه آنی که از دیگران تقلید، علم تقلیدی مانند کن نقش فلما مانند این است که در آب شما نقشی بکنید، چون تقلید است و زود از بین میره. اما چیزی رو انسان خودش به دست آورده باشد، این قصه مانند جرم حجر است. مشهور یک از قدما در تبریز این اتفاق افتاده، پدری که پولدار بود، به آدم به هر حال خیلی کاهل و سوده، مشهور است که هی بهش میگفت برو کار کن. این میگفت من که آخه من سستم، کاهلم، من کار نمیتونم بکنم. مادرش یه مقدار پسنداز داشت، گفت که خب نرو. دو ریال، دو قران بهش داد که این ببره. دو ریال رو گرفت. شب که پدرش آمد گفت رفتی کار کردی؟ گفت بله. گفت پولشو بده به من. بعد این دو ریال رو داد به او. پدر هم این رو برد و یه چاهی در خانه‌ش هم بود، انداخت تو چاه. نه خب، تا اینکه همچنان گذشت و گذشت. بعد از چند مدتی آمد مادرش که مادر دو ریال امروز رو بده. گفت والا دیگه ندارم. دیگه این دفعه برای اینکه حرف دروغ نشه، شما برو کار کن. این رفت از صبح پدرش آورد. پدرش گفت خب دو ریال رو بده. چند ماه این دو ریال رو گرفته. دو ریال رو که داد به او، گفت خب میخواست پرت کنه توی چاه، گفت دست نگهدار، چی کار داری میکنی؟ میدونی من چه بلایی به خاطر این دو ریال، چی کار داری میکنی؟ اصلا دست نگهدار. گفت آره الان خودت کار کردی، خودت کار کردی. انسان چیزی رو که خود به دست بیاورد قدر میداند، اما چیزی رو که تقلیدی باشد، از این و آن به دست آورده باشد، هیچ فایده‌ای برای او نخواهد داشت.
خیش را تعلیم کن عشق و نظر. خیلی زیباست، میگه عشق رو تعلیم خودت کن و نظر رو به خودت تعلیم بده. کان بود چون نقش در جرم حجر، گوییم که حجر و سنگ رو میکنی و میماند. انسان واقعا چیز رو خود درک کند هیچ وقت یادش نمیره، ولی وقتی چیزی رو از دیگران بخواند و خوب درک نکند، البته بعد از مدتی در حافظه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت از بین خواهد رفت. نفس تو با توست شاگرد وفا، غیر فانی شد کجا جویی کجا. میگه نفس تو شاگرد وفادار است با تو، خودتو خودت به خودت درس بده. بهترین درس هم همینه ها، بهترین درس هم اینه که انسان خود به خودش درس بدهد، چون انسان با خود که نمیتواند رو راست نباشد. با خود انسان چون رو راست است، به خودش درس بده، به خودش بگه این کارو بکن. غیر فانی شد کجا جویی کجا. اگر فانی بود و دیگری این رفت و آنچه که مال غیر بود از بین رفت، این رو کجا میتوانی پیدا کنی؟ اگر غیر فانی شد و اگر دیگری برد او رو، اون وقت چه خواهی کرد؟ مشهور است که امام محمد غزالی وقتی از درجای می آمد و تمامی نوشته هایش بار یک دو اسب یا سه اسب بوده، یا بعضی گفتن بار شتر بوده، داشته می آمده. دزدان آمدند و کاروان رو زدند و فکر میکردن که این چیز نفیسی هست و این بار این امام محمد غزالی رو هم زدن. این رفت به پای این رئیس دزدان افتاد، گفت تو رو خدا هر چی میخواهید ببرید، ولی این کتاب ها مال من است. اون هم آدم بی سوادی بود، آدمی بود که اصلا از علم و اینها بی اطلاع بود. گفت اینها چیست؟ گفت اینها محصول 40 سال 30 سال تدریس هایی است که من، علم هایی است که من گرفته ام از اساتید و اینها رو اینها اینجا نوشته ام، این محصول عمر من است. دزد آنجا یه چیزی گفت، گفت آن محصول عمری که یک دزد بتواند ببرد، آن علمی که یک دزد بتواند ببرد، آن علم نیست، آن به درد نمیخورد. امام محمد غزالی همینجا نشسته می‌ماند. گفت این دزد خیلی خوب نصیحت می‌کند. نصیحتش خیلی عالی است. علمی که دزد بتواند ببرد که علم نیست. از آنجا او شد امام محمد غزالی. از آنجا تغییر رویه داد. از این درس‌های ظاهری، از این درس‌های مدرسی، از همه اینها گذشت. از مدرسه فرار می‌کند. در اون بحث کتاب بسیار زیبای فرار از مدرسه رو حتما خوانده اید، و اگر دوستانی نخوانده اند حتما حتما و حتما این رو مطالعه بفرمایند، که از مدرسه فرار میکند و میرود به خاطر اینکه میبیند این علم تا به دردش نمیخورد. وقتی که یک دوز بتواند این علم او رو با خود ببرد، این چه علمی است؟ علم باید گفتند علم درسی نبود، در سینه بود، یعنی اینکه در سینه نیست، در سینه باید باشد، در سینه باید باشد، وگرنه اینکه علم نیست. به خاطر همینه که اینها رو سواد میگویند، میگن فلان کس سواد دارد. ما همه سواد داریم، البته خودم رو عرض میکنم، شما بزرگواران عالمید، اما من سواد دارم. یعنی چه سواد؟ یعنی سیاهی. یک چیزهایی رو نوشته ایم و اگر این چیزهای سیاه رو از ما بگیرن، ما دیگر چیزی نداریم. اما علم نور است، سیاهی نیست. این سواد و سودا و سواد یعنی سیاهی، این سواد چیز دیگری است. و مولانا آینده در بیت‌های بعد این رو می‌فرماید: تا کنی مرغی راهب رستنی، خیش را بدخو و خالی می‌کنی. میگه برای اینکه دیگران را حبر کنی، دانشمند کنی و سنی بکنی و انسان با مقدار و با عظمتی بکنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. چون علمی که نیفزاید، چرا یک عده به قول معروف آن مشهور میگن پف کار خودشون رو به هیچ کس یاد نمیدن؟ چرا؟ چون اضافه نمیشه.
چرا همه چیز خودشون رو یاد نمیدن؟ میگن یه چیزی هم برای خودمان باشد، چون اگه همه رو یاد بدهیم دیگر ما چیزی نداریم. چون جوششی نیست، علمی است که جوششی نیست، مجبور قطره چکانی این علم رو به دیگران بدهد. اما اگر این علم جوشش داشته باشد، توران داشته باشد، از کم بودنش و از خالی شدنش او بیمی نخواهد داشت. تا کنی مرغی راهب رستنی، خیش را بدخوب و خالی می کنی. متصل شد چون دلت با آن عدن، عدن یعنی بهشت، بهشت عدن. هین بگو مهراس از خالی شدن. وقتی که به آنجا متصل بود، دیگر که از او سوال پرسن به شما جواب گویم. قصه این می شود، همه چی می توانی بگی، ولی دیگر کم بودی و خالی شدنی نیست. امر قول زین آمدش که راست این، کم نخواهد شد بگو دریاست این. می فرماید این که خداوند گفت قول اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل یا اهل الکتاب، همه این قل ها رو چرا گفت؟ خیلی زیباست، تعبیر زیباییه. میفرماید که چرا گفت قل؟ چون میگه چشمه جوشان است، نترس، بگو. باز هم مانند این خواهد آمد، آیات دیگری خواهد آمد زیباتر از این و بهتر، بگو که کم نخواهد و اصل دست یافتی. امر قل زین آمدش که راست این، کم نخواهد بگو دریاست این. این سخن پایان ندارد ای پسر، این سخن را ترک کن. پایان گفتم به غایت آن توجه کن، به اصل آن، به هدف نهایی که میگیری به آن توجه کن. در بیان که اگر کسی همه چیز را داند و خود را نداند جاهل است. همه چیز را بشناسد ولی خود را نشناسد جاهل است. اگر هیچ نداند و خود را داند عالم است. هیچ چیز از این علوم رسمی نداند، هیچ از این علوم مکسبی نداند، اما خود را بداند، خود را بشناسد که من کیستم، به این وقوف پیدا کند، عالم است. چه شناخت خود معدی به شناخت خود، معدی به شناخت حق است. وقتی که انسان خود را بشناسد، این معدی است و تعدیه می شود و منجر می شود به شناخت حق، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر که خود را شناخت، خدای را می شناسد. و کما قال تو همی دانی یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. میگه تو میدونی که این جایزه، این حرامه، این مستحبه، این مکروه، همینا رو خوب میدونی. تو همی دانی یجوز و نسبت بیرون، چیزهایی که در بیرون است، میدانی که آیا این خوب است یا خوب نیست، جایز است یا جایز نیست. تو همی دانی یجوز و لا یجوز، یجوز و جایز است، لا یجوز و جایز نیست. خود ندانی تو یجوزی یا عجوز، ولی خودت نمیدونی که آیا خودت جایز هستی در این جهان یا عجوز هستی. چه هستی تو؟ عجوز یعنی پیرمردی که مانده است و به هیچ دردی نمیخورد. این روا و ناروا دانی و لیک، تو روا یا ناروایی بین تو نیک. میدونی این خوبه این بده، ولی خودت رو بدان که تو خودت خوب هستی یا بد هستی. دقت کن به خودت، خودت رو بشناس. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. قیمت هر کالا رو میدانی. از شما بپرسن آقا مثلا برنج چنده، همه میگیم کدوم نوعش رو میگی، فرش چنده، همه میگیم خونه چنده، ماشین چنده، همه رو میدونیم. اما قیمت خودمون رو بپرسن، قیمت خودت چقدر است؟ چند نفر از ما میتوانیم بگویی قیمت من چقدر است؟ قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته ای، نیک بین سعدی تو یا ناشسته ای. میدونی این ستاره سعد است و آن یکی ستاره و سیاره نحس است، ولی خود تو آیا سعد و نحسی؟ سعید هستی، خوشبخت هستی یا ناشسته هستی و منحوسی؟
جان جمله علمها این است این که بدادی من کیم در یوم دین. همه جان علمها این است، این علم است که به درد میخورد. کدام علم به درد میخورد؟ این علم که بدانی من کیم در یوم دین. اون که ملک یوم دین است، نسبت به او روزی که جزا خواهد داد، آن روز جزا و آن روز دین، بدانی که کیستی، در کجا هستی. پیغمبر با اون عظمت از او پرسیدن که چه خواهد شد، فرمود که لا اعلم ما یفعل بی ولا بکن، به خدا سوگند نمیدانم چه با من خواهند کرد و چه با شما خواهند کرد. پیغمبر به اون عظمت میگوید من نمیدانم چه باشد، این یوم دین من نمیدانم چه خواهد شد، مگر اینکه رحمت حق تعالی بر ما شامل شود. این اصول دین بدانستی، ولی بنگرن در اصل خود کو چیست. نیک به هر بچه‌ای بگوی اصول دین چند است، میگه اصول دین چند است؟ پنج است. اصول دین رو به شما میشمارد، اما اصل خودت چیست؟ اصل دین رو گفتی، ولی اصل خودت چیست؟ خود تو از چه اصلی هستی؟ ای بسا عالم ز دانش بی نصیب، حافظ علم است نه آن حبیب. میگه اینها حفظ علم میکنن، علم رو حفظ میکنن، حفیظن. ما حفاظ خیلی خوبی داریم، چیزهایی رو میان حافظه قدرتمندی دارن، هی حفظ میکنن بدون اینکه هیچ دخل و تصرفی بتوانن در آن انجام دهن. آن حافظ علم است، حافظ حبیب نیست. میگه حافظ خدا باش، حافظ دوست باش، وگرنه حافظ آن علم نباش. مستمع از وی همین یابد مشام، گرچه باشد مستمع از جنس عام. کسی که میشنود از او مشام میابد، از او بوی حقیقت و بوی نور علم رو میگیرد. گرچه باشد مستمع از جنس عام، هرچند که آن شنونده عوام باشد، اما اگر سخنی بویی از حقیقت در آن باشد، متوجه خواهد شد، خواهد گرفت، دلش با او همراه خواهد شد. اما اگر بویی از حقیقت ندارد، بیفایده است. داند او خاصیت هر جوهری، گوهر خود را نداند از خری. اونقدر دیگه ببخشید ایشون نوشته دیم. داند او خاصیت هر جوهری، گوهر خود را نداند از خری. خاصیت هر جوهر رو میبینه، این برای این کار، این برای این کار همه چیز رو میدونه، علم کامل دارد، اما جوهر خود رو از بس خر هست که جوهر خودش رو نمیفهمد. صد هزاران فضل داند از علوم، گوهر خود را نداند آن ظلوم. آن که به خود بسیار ظلم کرده است، صد هزاران علم دارد، صد هزار کتاب خوانده است، اما گوهر خود و گوهر وجودی خود، من وجودی خود رو نمیشناسد و نمیفهمد. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. از همه انواع دانشی که هست، روز مرگ کدام به درد خواهد خورد؟ دانش فقر، دانش عشق. غیر از دانش عشق و غیر از علم عشق و غیر از خود عشق، در آن روز هیچ چیز دیگری به درد نخواهد خورد. اگر ما این و هر کی که بیشتر دنبال این رفته باشد، البته خسران رو بیشتر خواهد دید. میگویند رفت یک عده رفتن به ظلمات، فکر کردن که اینها طلا هست، با زحمت و رنج فراوان همه رو پر کردن و جانکشان آوردن بیرون. وقتی به زیر آفتاب رسیدند و به روشنایی رسیدند، باز کردن دیدن همش سنگ سیاه بوده است و بیهوده بوده. این همان قصه ایست که این عالمان که وقت میبرند، مرارت میکشند، زحمت ها میبرند که علم بیاموزند، و بعد همه آنجا میبینند که اینها همه هیچ بوده، اینها همه پوچ بوده است، هیچ خریداری نیست، و این بسیار خسران بزرگی است.